تازه باشن نشده باشن. من 9 سالم خواهر من که اینجا نشسته است 2 سالش بود که بلدم و من با نیرانیس آشنا شده الان هم اگر پیچی نکرده باشم شناسمه ها 68 داره من هنوز فامیرونیس رو نشناختم با همه گذران عمرم با همه مسئولیت هایی که در تشکیلات فامیرونیس داشتم نتونستم به جرپا و به عمق فامیرونیس پی ببرم هر روز که یه برگ از عمر من برق خورد به مسئله تازه پی بردم به جرپا و به عمق فامیرونیس پی بردم که برام تازگی داشت زمانی من زمان روانشاد سفارپور مسئول روزنامه خاک خون بودم در استان خوزستان سرپرست روزنامه خاک خون بودم مسئول شوراهای مشورتی بودم با 270 تا شوراهای مشورتی که قشن عظیمی از اینا از برادران عرب زبان ما بودم و همیشه من خودم رو پادوی حزب محل حزب وقتی من از قزوین سرپرست بود فرمان رو که من برگردم و مسائل منتفی شده بود مسئله فشارها و تضعیفات مورد بحرین نسبت به حزب من پست حسابدار داشتم با چون محبت برمودم با پست بایگان برگشت من امکان خونه نداشتم نزدیک 6 ماه داخل حمامچه دفتر حزب همون زیرو بود و همون تکون بود و شبم تو حزب بود همیشه در کنار مسئولی و چه روشان سفارکو چه دیگرانی که بودن ما درس درس انضباط درس دیسیپلین درس تشکیلات بعد از 30 سال گذر سال 57 حالا و قبلش هم که بوده در 15 سال خانم بستراهن اینجا حضور دارد خانم تشکیم دارد دوستان خودستان ما نشریه در خودستان نداشته حالا در حد بضاعتمون و امکان مادیمون ما یه نشریه منتشر کردیم به نام اندیشه برگزار خواهش میکنم اینو بخونم در اون اندیشه ما ضمنه که فرازهای از سوگند آوردیم ارزش اصول انسانی و معرفت انسانی هر شخص به میزان پایبندی به سوگندی که یاد میکنه
به نسبت عهد و پیمانی است که وفا میکنه. در مکتب ایرانیان بزرگترین گناه، بزرگترین خطا، زیربنای هر فساد به تباهی دروغگویی. داریوش بزرگ شاه ایران فرماید که اهورامزدا سرزمین مرا از خشکسالی قحطی به دروغ در امان بدار، دور بدار. چقدر دروغ در ردیف قحطیه؟ قحطی و خشکسالی هزاران هزار تباهی و فساد و عوارض بد رو بجرد میاد. پس دروغ هم دارم. خدا کنه که انشاءالله خداوند به ما همت بده، شجاعت بده، شهامت بده که از دروغ دوری بکنیم، پرهیز بکنیم. بنابراین من اون چرا که در کانیرینس آموختم راستی به درستیه، حقیقته، راه صحیح رفتنه، راه اصولی رفتنه. حرمت به رعایت پیشکسوتانه، رهبرانمونه، مسئولینمونه. سال گذشته قبل از هم بوده شهریور خدمت دبیر کلک وزیری و شورای رهبری یکی از شروط کار ما این بوده، ما سه پیشنهاد داریم: بازسازی حزب، پاکسازی حزب، استواری حزب و مفاهیم مکتب پانگرانیست. بنابراین همینطوری که ما در دوم فروردین سال گذشته همین امسال در اهواز دیدار نوروزی خدمت دوستان خوزستانی عرض کردیم، با توجه به دستورالعمل تشکیلاتی که از طرف حزب داده شده، چنانچه هر فرد حزبی در سطح استان خوزستان مقید به رعایت اصول به انضباط حزبی باشه، من چیزی تو زندگیم ندارم، اما خونه، زندگیم، همه چیز در گروه سلامت افراد هست، اعضای تحقیق هست. اما هر کس بخواد زیگزار بزنه و خارج از خطوط حزب حرکت بکنه، هر کس اصول و مبانی پانیرنس نادیده بگیره، نه من مکلف نیستم که ازش حمایت و پشتیبانی به دفاع بکنم، بلکه حزب هم نبایستی از افراد خاطی و کسانی که در خارج از چارچوب تشکیلاتی حزب حرکت میکنن حمایت و پشتیبانی بکنم. حزب پانیرانیست شورای عالی رهبری داره که داره حزب رو راهنمایی و ارشاد میکنه، اداره میکنه، و دبیر کلی داره به نام بانو سبارپور. من به عنوان عضو حزب و به عنوان مسئول تشکیلات خوزستان از این سلسله مراتب پیروی میکنم و عمل میکنم، و هر زمانی که احساس بکنم شورای عالی رهبری یا دبیر کل حزب مجموعاً خارج از چارچوب اصول و مبانی پانیرانیست حرکت بکنند، شاید در یه همچه جایگاهی این لباس مقدسی که افتخار بهش میکنم در میارم به کل فعالیت‌های سیاسی مو کنار بذارم. من در تشکیلاتی حاضر فداکاری بکنم،
قانون زندگیمو پدا بکنم که اصول و مبادی قانون را رو رعایت کنم.